دشمنان جرأت تصمیم گیری در برابر نیروهای مسلح ایران را ندارند. رئیس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح در آغاز هفته دفاع مقدس با بیان اینکه هر جا نیروهای دشمن آمده اند ناامنی را با خود به ارمغان آوردند گفت در مقابل هر جا نیروهای مسلح ایران حضور پیدا کردند امنیت را برای مردم منطقه به ارمغان آوردند. آقای روحانی با اشاره به ناتوانی دشمن در برابر نیروهای مسلح ایران خطاب به آنها تاکید کرد ما اهل تسلیم و تجاوز به مرزهای دیگران نیستیم و با ایستادگی اجازه نمی دهیم کسی به مرزهای ما تجاوز کند. رئیس جمهور همچنین از طرح پیشنهادی ایران برای صلح در منطقه در اجلاس عمومی سازمان ملل خبر داد و افزود در این طرح جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه می تواند امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را تامین کند. آقای روحانی افزود ما به سوی همه همسایگانمان دست دوستی و برادری دراز می‌کنیم و حتی آماده ایم از خطاهای گذشته آنها در این منطقه بگذریم، چون امروز زمانی است که دشمن اسلام و منطقه یعنی آمریکا، استکبار و صهیونیسم می‌خواهند از شکاف، فاصله و اختلاف بین ما سوء استفاده کنند. امروز 39 سال رئیس جمهور در 39مین سال روز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس با بازخوانی فراز و نشیب انقلاب اسلامی طی 40 سال گذشته، مقاومت و ایستادگی ملت در دوران دفاع مقدس را به گنج بی پایانی توصیف کرد که در سایه درایت امام خمینی رحمت الله علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری به اقتدار کشور انجامید. همون ایستادگی و همون مقاومت 8 ساله بود که امروز دشمنان بزرگ این سرزمین را برای تجاوز به آب و خاک ما، برای تجاوز به سرزمین اسلامی ما و برای تحمیل جنگ دیگر بر این ملت به تردید و پشیمانی واداشته است. آقای روحانی حضور نیروهای خارجی برای تامین امنیت منطقه را مشکل زا و خطرآفرین توصیف کرد و از طرح ایران برای تامین امنیت خلیج فارس خبر داد. ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه می تواند و اعلام می کند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد. آقای روحانی اختلاف میان کشورهای اسلامی را دستمایه سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و خواستار اتحاد کشورهای منطقه و کنار گذاشتن اختلافات شد. با همه همسایگانمان دست رفاقت، دست دوستی، دست برادری را دراز می کنیم و حتی آماده ایم از خطاهای گذشته اونها در این منطقه بگذریم. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گریزی به حوادث اخیر منطقه و اتهام افکنی همیشگی دشمنان در قبال ملت ایران زد. اونهایی که می خواهند حوادث منطقه را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند، همانند همه دروغ‌های افشا شده آنان است. اگر راست میگن و واقعا دنبال امنیت منطقه اند، این همه سلاح و هواپیما و بمب و سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند. آقای روحانی از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، کارگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و همه مبتکران به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی یاد کرد. توان دفاعی و حضور منطقه‌ای نیروهای ایران همواره برای مردم منطقه پیام‌آور صلح، امنیت و خیر و برکت بوده و این درست نقطه مقابل نقش امنیت زدای حضور نیروهای آمریکا در منطقه بوده و هست. این نکته‌ای بود که رئیس جمهور در سال روز هفته دفاع مقدس بر آن تاکید کرد. با طلوع آفتاب 31 شهریور نیروها آماده می‌شوند. برپا! علی!
انشالله قدرت ایران رو به دنیا ثابت کنه. نیروهایی که از سر صبح ساعت چند بیدار شدید؟ 3:45 و البته با ماها تمرین و تلاش 3 ماه بوده، ولی خب یه ماه آخرش خیلی چهتر بوده، خود را برای یک رژه مهم آماده می کنه. فرمانده آخرین دستورات را صادر می کند. همه دنیا دارن رژه ما رو می بینن، رژه نمایش قدرت، نظم، انضباط، آراستگی، آمادگی جسمانی. و گروه موزیک هم سازها را کوک می کند. برای دشمن خط و نشان کشیدن. این جمله ما امید دشمن را برد. سید علی خامنه ای رهبر ما. نوجوانانی که خودشون رو برای یک اجرای سرود زیبا آماده می کردن. بسیجی آن مدیون عشق خدا مردان حق مجنون عشق. همه چیز برای آغاز مراسم رژه 31 شهریور آماده است. رژه که شروع می شود، اوج اقتدار، قدرت و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح دیده می شود. ابتدا یگانهای نمونه از سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی با سبک خاص از مقابل جایگاه رژه می روند. ایران مهد شیران است، سرزمین دلیلان است. ایران در برابر استکبار جهانی می ایستد، حتی اگر خونش را فدای اسلام کند. بذار بیان بهشون نشون بدیم مرد کیه؟ کی می خواد به جنگه؟ کی میخواد در مقابل گلوله و تفنگ از کشورش دفاع کنه؟ بذاریم بیاد. حضور عشایر و اقوام مختلف هم به این مراسم جلوه خاصی بخشیده بود. میخوام نشون بدیم به عالم و استکبار جهانی که ما یک پارچه هستیم، پیرو خط رهبری هستیم. در ادامه نوبت به قدرت نمایی تجهیزات دفاعی میرسه. موشک‌های بی‌نظیر ساخت وطن که از مقابل جایگاه عبور داده می‌شود، احساس غرور به انسان دست می‌دهد. موشک‌های مانند سجیل، خرمشهر، صیاد 2 و 3، قیام، قد و فکو. خیلی مهمه بابا دشمنمون بفهمونه با کی طرفه. سامانه موشکی باور 373. همچنین در مراسم امروز سامانه سلاح باور 373، سامانه موشکی 3 خرداد، اولین سامانه ارتفاع بلند پدافند بومی با قابلیت تحرک بالا و توانایی شناسایی 300 هدف، سامانه موشکی مرساد با قابلیت درگیری با انواع هواگردها و موشک‌های کروز و پرنده‌های بدون سرنشین به نمایش گذاشته شد. مراسم امروز این پیام رو داشت: تأمین امنیت ایران و منطقه و نمایش اقتدار دفاعی و پاسخ به تهدیدات دشمنان. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. نمایش اقتدار نیروهای مسلح در سراسر کشور همزمان با آغاز 39مین سالگرد دفاع مقدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور یگانهای مختلف رژه زمینی، هوایی و دریایی برگزار کردند. در بندر عباس نیز رژه مشترک نیروهای مسلح به علت قرارگیری در منطقه خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز 3مین سال پیاپی به صورت ملی برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و برخی کشورهای منطقه و بهانه تراشی برای ناامن کردن تنگه هرمز تاکید کرد، امنیت تنگه هرمز در دستان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما اجازه نمی‌دهد تنگه هرمز با این بهانه ها ناامن شود. صبح امروز خلیج فارس شاهد نمایش گوشه‌ای از اقتدار نیروهای ارتش و سپاه بود. رژه نیروهای مسلح در بندر عباس با حضور قدرتمند شناورهای سطحی و زیر سطحی نیروی دریای ارتش آغاز شد. شناورهای تندروی سپاه هم در رزمایش امروز با بکارگیری تجهیزات و تسلیحات روزآمد توان آفندی و بازدارندگی خود را نمایش دادند. ما سربازان ولایتیم و همیشه آماده‌ایم.
کمی پس از آغاز رژه عقاب‌های آسمان ولایت هم بال گشودند. رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رژه نیروهای مسلح در بندر عباس گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرمایه بزرگی برای کشور و منطقه هستند. این نیروی مسلح سرمایه بزرگ ملی برای ملت ایران و سرمایه ارزشمند برای امنیت منطقه است و دیدید وقتی ملت عراق و ملت سوریه گرفتار پدیده شوم و خطرناک تروریست های وحشی شدند، این نیروی مسلح زبده ایران بود که به کمک آنها شتافت و کمر تروریسم را در منطقه شکست. عملیات راپل و چتربازی و تصرف شناور فرضی دشمن پایان بخش مراسم رژه بود. رژه برون‌آفرین نگارهای نمونه مرزبانی جمهور گفت نیروهای مسلح 8 سال در برابر دشمنان مقاومت کردند و همان ایستادگی باعث شد امروز دشمنان به فکر تحمیل جنگ نظامی نیفتند. آقای روحانی با اشاره به اینکه امروز دشمنان راه‌های دیگری را پیش گرفتند افزود امروز دشمنان تروریسم اقتصادی را علیه ملت ایران برگزیدند. مردم ما در طول 40 سال و در طول 10 سال گذشته به ویژه فشار تحریم ها را در مقاطع مختلف تحمل کردند و امروز هم ملت ما با ایستادگی، با هوشیاری، با اتحاد و
و با جهاد در میدان اقتصادی از این تنگه سخت عبور خواهد کرد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به امنیت و همبستگی برای منطقه گفت امریکایی‌ها هر کجا حضور پیدا کردند امنیت را از بین بردند، چه افغانستان باشد چه خلیج فارس، و برعکس هر جا که جمهوری اسلامی ایران حضور داشت امنیت برقرار شده است. رئیس جمهور در این مراسم از ارائه تحریب سازمان ملل خبر داد که امنیت منطقه به دست کشورهای خود منطقه انجام شود. حضور نیروهای خارجی می تواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکلزا و خطرناک باشد. رئیس جمهور در ادامه سخنانش همچنین از گذشت از خطاهای همسایگان هم گفت و از دراز شدن دست دوستی به سوی آنان برای حفظ آرامش و امنیت در منطقه. دقایقی چند قبل از شروع رژه، چند کلامی با رفقای ارتشی و سپاهی و حاضران در مسیر میثاق با آرمانهای پر افتخار وطن اسلامی. روز بزرگیه واسه ارتش ایران، واسه کل نیروهای مسلح ایران. مادرت امروز داره میبینتت، حس چیه؟ یه حس غرور آفرین دارم واقعیتش، خیلی خوشحالم. چرا نوحد اسم در کرده؟ چون همه بچه ها نیروهای مخصوص، نیروهای ویژه هستن و آموزش بالایی میبینن، همیشه آمادن، مفتخرند به لباسی که پوشیدند. لبیک رو داریم به امام و رهبری دوباره میگیم و میگیم ما سرباز هستیم آقا جان. آخرین قطره خونمون پای وطنمون و دین و کشورمون است. نوبت به یگانهای محمول که میرسد چشمها نظارگر میشود. ارتش و سپاه دست پر آمدند. زمینی های دو نیرو با خودروهای امرپ 454 عرس محمول خمپاره انداز 81 میلیمتری خشابدار، خودروی تاکتیکی طوفان و تانک های رخش و ذوالفقار به میدان آمدند. پدافندی ها عضو جدیدشان را نشان می دهند. باور 373 در کنار سامانه های بروز بومی 3 و 15 خرداد، سامانه توپخانه‌ای حائل و موشک صیاد کابوسی برای دشمن متجاوز خواهند بود. گل سرسبد نیروی هوایی موشک فکور است. بمب‌های 2000 پوندی قاصد و صد البته پهباد فوق پیشرفته کمان 12 است. و دست آخر موشک‌هایمان از عماد و قدر تا خرمشهر و قیام. هموطن، ایران اینها را دارد که وقتی دشمن حرف از جنگ به زبان می آورد دست و پایش می لرزد. فقط خدا می داند جوانان وطن برای ساخت این دستاوردها چه عرق‌ها که نریختند. به وجودشان افتخار می کنید. در بندر عباس نیز رژه مشترک هوایی و دریایی نیروهای مسلح با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این رژه دستاوردها و توانمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح در حوزه‌های دریایی، زمینی، هوایی و پدافندی به نمایش درآمد. شاهد رژه هماهنگ و منظم دریایی شناورهای سطحی و زیرسطحی، شناورهای هجومی، تندرو و سبک نیروی دریایی سپاه پاسداران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در کنار حجم انبوه شناورهای بسیج دریایی و فرماندهی دریابانی نیروی انتظامی استان هرمزگان، از مقابل جایگاه و کلام الله مجید و بر پهنه موجهای خروشان خلیج تا ابد فارس می باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی در این مراسم نیروهای مسلح ایران را حافظان امنیت منطقه عنوان و تأکید کرد سران کشورهای عربی منطقه‌ای که به آمریکا تکیه کرده اند به سرنوشت صدام دچار می شوند. آمریکا و برخی همپیمانان آنان تسلط خود را در منطقه برای چپاول اموال امتهای اسلامی تدارک کردند و نگاه آنان به کشورهای اسلامی ابزاری است و سیاست آنان
تفر افغانی برای منافع چپاولگرایان خیش است و معتقدیم ظلم و تعدی و خونریزی و برادرکشی در منطقه ظلم به کل امت اسلامی است و جنگ طلبی در یمن از این سنخ است. ملت ایران و نیروهای مسلح سلحشور آن با این اصول به همه ملت‌های مسلمان احترام می‌گذارد و در جهت این اهداف آمادگی داریم به همه کشورهای منطقه کمک نماییم. بهانه‌جویی‌های خود را خاتمه بدهید و از سرنوشت صدام عبرت بگیرید. آقای لاریجانی قدرت تسلیحاتی نیروهای مسلح ایران را غیر قابل مقایسه با زمان دفاع مقدس برشمرد و گفت ارگون ماجراجویی علیه ایران در خلیج فارس نتیجه جز پشیمانی برای آمریکا و متحدانش نخواهد داشت. پیمان برای امنیت آبراه تنگه هرمز نیز وسیله چپاول جدید منطقه است. امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس با امنیت همه آبراه‌ها یک جا معنا دارد و کشورهای منطقه خود توانا برای ایجاد امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز هستند و نیروهای مسلح شجاع ایران اجازه بازی با خلیج فارس را برای ماجراجویی نمی‌دهند. از نظر جمهوری اسلامی این اقدام آنان شروع عملیات ناامن‌سازی جدید در منطقه هست و نتیجه آن جز پشیمانی برای آمریکایی‌ها و متحدین او نخواهد بود.